ناله های این سرزمین به گوش خدای حقیقی رسید و زمان آن رسیده که خدا قوم من و تو رو تفقد کنه. خداوند ما رو خوانده تا رهبران باشیم، تا دانه ها و ثمرات نیکو در زمین خداوند بنشانیم و به بار بیاریم. خدا میخواد ایران رو از طریق ایرانی آزاد کنه. من که برای خداوند انتظار میکشن نیروی تازه خواهند یافت و با بالهای همچون عقاب اوج خواهند گرفت. با ایمان اعلام کن که روح خدا بر من است تا اسیران رو آزاد کنم، روح خدا بر من است تا فقیران رو بشارت بدم، روح خدا بر من است تا زندانیان رو آزاد کنم، روح خدا بر من است که گفتگان رو امید بدم. ما عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه. مسیح خدا روی تو میاد و ثابت میکنی آنچه که دارم میگم میشه، آنچه که دارم میگم ببین، آنچه که دارم به تو میگم و تجربه بکن. آمین. حتی در زمانهای آخر که من و تو امروز در زمانهای آخر هستیم، روحش رو بیشتر و بیشتر خواهد ریخت. پس اون آیات و معجزات باید بیشتر و بیشتر در کلیسای خدا عمل بکنه. مس از کجا میاد؟ از حضور خدا میاد. مس از کجا میاد؟ از زندگی مقدس میاد. مس از کجا میاد؟ از ثمرات روح میاد. مس از کجا میاد؟ در روح راه رفتن میاد. مس از کجا میاد؟ در راستی خدا ایستادن میاد. مس خدا دست خداست که روی تو رو تایید میکنه. در نام عیسی مسیح خداوند، شاه جلال، به تک تک شما عزیزان، خواهران و برادران و عزیزان خداوند خوش آمد میگم به جلسه عبادتی پرستشی مینیستری ایلام زنده. صلح و سلامتی خداوند با شما باشه که یک شنبه شما یک شنبه پر از قوت و سلامتی و آرامی خداوند باشه، روزی باشه که آنچه که مسئلت دل توست در حضور این خداوند، در سر سفره این خداوند دریافت کنی. شکرگزاریم به نام عزیز عیسی مسیح که در این ایام تونستیم مذبح خدا رو روشن نگه داریم تا شما عزیزان بتونید در آرامش و در امنیت کلام زنده خدا رو، کلامی که تبدیل میکنه، تقدیس میکنه، کلامی که احیا میکنه، کلامی که برکت میده و شفا میده، کلامی که زندگی ها رو دیگرگون میکنه، این کلام خدا رو داشته باشید. اما خوشحال هستیم که از هفته آینده این امکان مهیا خواهد بود که مطابق شرایطی که وجود داره تعدادی رو در جلسه داشته باشیم، به تعدادی 30 نفر، و آمین که در هفته آینده بتونیم شما عزیزان رو به ترتیب ملاقات کنیم. شما از راه دور به هر حال با ما بودید، آمین که ما هم بتونیم آنانی که میان رو از نزدیک ملاقات کنیم. پس خدا رو شکر میکنیم برای این فرصتی که خدا داره مهیا میکنه. در قلبم هست ادامه بدم آنچرا که خداوند در هفته های گذشته شروع کرد و در این هفته ها باهاش جلو خواهیم رفت. ایاتون باشه درباره 3 تا مذبح صحبت کردیم و میخوایم ادامه اون رو بشنویم. مذبح سنگی، مذبح برنجی و مذبح زرین یا طلایی. این 3 نوع مذبح که میخوام راجبش صحبت کنم 3 تا میدان جنگ روحانیه و امروز میخوام درباره این صحبت کنم که چگونه قدرتی در این 3 تا مذبح وجود داره و چه اقتداری در این مذبح ها وجود داره و آنانی که در این مذبح قرار میگیرن چه قدرت عظیمی از خدا رو تجربه میکنن. و درباره این میخوام صحبت کنم که شیطان چقدر از این مذبح ها میترسه و ما ایمانداران چگونه میتونیم به این مذبح ها نزدیک بشیم و چگونه اون اقتدار و قدرت خدا رو روی این مذبح دریافت کنیم. مذبح فقط چیزی نیست که ما یه طرفه یه چیزی رو بدیم از خودمون، بلکه قرار یک چیزی رو دریافت کنیم و اونم اقتدار خداوند، اون مس خداوند، اون اتوریتی خداوند که وقتی کسی روی این مذبح قرار میگیره قدرتی از آسمان، آتشی از آسمان، اقتداری از آسمان، روغنی از آسمان بر ظرف او، بر قربانی او ریخته خواهد شد و خداوند زندگی تو رو برکت خواهد داد، دعاهای تو روی مذبح شنیده خواهد شد. بس به خاطر همین میخوایم درباره این 3 نوع مذبح با هم صحبت کنیم که ببینیم خداوند چه چیزی رو برای ما در نظر گرفته. همانطور که انسان از 3 تا قسمت تشکیل شده، روح، روان و جسم، میدان جنگ انسان هم 3 قسمته. جنگ هایی که روی روح ماست، جنگ هایی که روی روان ماست و جنگ های جسمانی. میخوام درباره دونه به دونه اینها با شما صحبت کنم و هر کدوم از اینها قرار رو یک مذبح قرار بگیره، مذبحی که در واقع قراره بر اقتدار ما بیفزایه. بس میخوام درباره این صحبت کنم. وقتی اول تسالونیکیان باب 5:23 میگه خود خدای سلامتی، خود خدای شالوم شما را بالکل مقدس کنه، در مجموع مقدس کنه و روح،
و نفس و جسم شما رو تماماً کاملاً هر سه رو با هم بی عیب محفوظ نگاه دارد در وقت آمدن خداوند. آمین. پس به همین دلیل وقتی ما کتاب مقدس رو نگاه میکنیم، نه فقط انسان را سه بُعد معرفی میکنه، ایمانداران هم نگاه میکنیم. سه نوع ایماندار ما داریم: ایماندارای جسمانی، ایمانداران نفسانی و ایمانداران روحانی. درباره این میخوایم صحبت کنیم چگونه یک انسان میتونه یک ایماندار روحانی مقتدر در خدا باشه، در این پادشاهی خداوند. و خداوند ما را فرا خوانده، همونطوری که کلام خدا به پولس داره میگه، انسان روحانی روحانی فکر میکنه، آن که در روح فکر میکنه در روح عمل میکنه. و بعض مواقع ما از خودمون میبریم و کم میاریم، چرا من جسمانی عمل میکنم، چرا من نفسانی عمل میکنم با اینکه عاشق خداوند هستم، من خداوند رو دوست دارم، ترس خدا تو دلمه، اما نمیدونم چرا وقتی بحران میاد، توی خانواده بحران میاد، یک بگو مگو میشه، یه دیالوگ میشه، یک مشکلی به وجود میاد، یک تهدیدی به وجود میاد، نمیدونم چرا نفسانی عمل میکنم، نمیدونم چرا وقتی قرار یه انتخابی بکنم جسمانی انتخاب میکنم، علارغمی که قلبم مال خداست و دوست دارم. امروز میخوام راجع به این با شما صحبت کنم که چگونه میتونی از جسم و از روان آزاد بشی و روحانی فکر کنی و زندگی مبارک روحانی داشته باشی. وقتی روحانی فکر کنی، دروازه های دنیای روحانی برای تو باز خواهد بود. ملکوت آسمان که ملکوت روحانیه برای آنانی که روحانی هستن باز خواهد بود. برکات روحانی مال افراد روحانیه، مکاشفات روحانی مال افراد روحانیه، آنچه که خدا میخواد از آسمان به تو عطا کنه برای افراد روحانیه. پس به همین دلیل بعضی مواقع ما میگیم که بین جسم و نفس داریم میلنگیم، بین نفس و روح داریم میلنگیم، و این لنگیدن باعث میشه نه لذت نفس رو ببری که بگی آدم نفسانی هستم، نه لذت در حضور خدا بودن رو ببری. معمولا بدترین حالت یک نوع زندگیه. اما آمین که به نام عیسی مسیح امروز مطابق مکاشفاتی کلام خدا میخواد به ما بده یاد بگیریم که ما چگونه به ایماندار روحانی تبدیل بشیم. ایماندار روحانی به این معنی نیست خشک مقدس، ایماندار روحانی به این معنی نیست که همه را از بالا نگاه میکنه، ایماندار روحانی هیچ کدام از اینها نیست. ایماندار روحانی در روح فکر میکنه، در روح خدا که روح آزادیه، در روح خدا که روح مکاشفه است، در روح خدا زندگی میکنه، در روح خدا اندیشه میکنه، در روح خدا عمل میکنه، در روح خدا تصمیم میگیره، در روح خدا هدایت میشه، در روح خدا حکمت میگیره، روح فهم و معرفت و حکمت و مکاشفه، روح علم از خداوند میگیره. انسان روحانی رابطهش با آسمان بازه، نگران نیست که خداوند چرا دعای منو نمیشنوی، چرا که میدونه افکاری که مشغول خداونده، خداوند افکار او را برکت میده، روح مکاشفه رو میده، براش ریما میکنه، براش باز میکنه، تاریخ های خدا رو بهش یاد میده، صدایی که آرام کنار گوش او میگوید راه این است و طریق چنین است. پس دنبال افرادی نمیگردیم که در واقع خیلی حاله نور درست سرشونه، نه، بلکه آدمای بسیار فروتن، بسیار آرام، بسیار دلنشین، اما در این حال پر از اقتدار. افرادی که وقتی دعا میکنن باور دارن که در پس آنچه که دارن میگن یک چیز رو خواهن شنید. آنچه که میشنون صدای بله خداونده، صدای بله عزیزم از جانب آسمانه. پس به همین دلیل میخوام درباره این سه میدان جنگ روحانی با شما در میون بذارم. پس هر مذبح یکی از این بُعد انسان رو در بر میگیره: مذبح سنگی، مذبح برنجین و مذبح زرین یا طلایی. اولین مذبح رو که قبلا صحبت کردیم میخوام دوباره ادامه بدم، چون که مباحث زیادی دربارش هست. بر مذبح سنگی، آنچه که قربانی قرار داده بشه نفس ماست، نفس ما، جان ما، قلب ما. در کتاب مقدس بارها ما این واژه رو میبینیم که درباره نفس، قلب، دل صحبت میکنه. همه و همه درباره یک پیغام داره میگه. چگونه فکر میکنی، چگونه احساس میکنی و چی تصمیم میگیری. مجموع این ستا رو بهش میگن نفس آدمی. مجموعش میگن روان آدمی. بهش میگن جان آدمی. پس در واقع این مذبح سنگی مذبحی که تو قرار فکر و احساس ارادت رو قربانی کنی. افکار من نی بلکه افکار تو ای خداوند، احساس من نی بلکه احساس تو ای خداوند،
تاریخ‌ها و تصمیم‌های من نه، بلکه تصمیم‌های توی خداوند. وقتی تو تصمیمی میتونی بگیری، اما بین تصمیم خودت و تصمیم خداوند، خدا را انتخاب می‌کنی، داری مذبح سنگی بنا می‌کنی. می‌خوام اینو بهت بگم که چه زمان‌هایی داری مذبح سنگی تو بنا می‌کنی. همون مذبحی که کلام خدا داره بهش صحبت میکنه که ابراهیم، یعقوب، اینها چگونه این مذبح ها رو بنا کردن و چه اقتداری در این مذبح هست. تمام میدان جنگ روحانی ما جنگ روانه. ما در مسیح عیسی، آمین، که روح ما در روح خدا سکونت داره و روح خدا در ما سکونت داره و روح ما متعلق به خداست، روح ما تقدیس شده است، روح ما تبدیل شده است، ما مقدسین خداوند هستیم، اما روان ما هنوز نه. میخوام درباره یکم صحبت کنم، شاید در موضوعهای خیلی قدیمتر درباره صحبت کرده باشم، اما لازمه دوباره بگم، چون مردم بسیاری هستن که رو به رشد روحانی که میریم، بعض مواقع یه چیزی رو ممکنه چند سال پیش شنیده باشیم، اما دوباره که میشه میگیم آها الان فهمیدم، چون شاید اون مقطع اول ایمانت بوده یا مشکلاتی داشتی که نمیشنیدی، اما چیزی که وجود داره. چون اگه ما بدونیم سیستم جنگ روحانی رو یاد میگیریم، سیستم مذبح رو یاد میگیریم، اقتدار مذبح رو یاد میگیریم، چگونه دریافت کنیم. ما چون که انسانی هستیم با سه بُعد، پس هر چیزی که کلام خدا تعریف میکنه باید از این سه بُعد تعریفش کنیم. راجب نجات از این سه بُعد تعریفش کنیم. راجب عدالت از این سه بُعد تعریفش کنیم. راجب قدوسیت در این سه بُعد انسان باید تعریفش کنیم. وقتی درباره نجات داریم صحبت میکنیم، نجات از چی؟ نجات از گناه. روح من و تو از گناه مبرا شده، چون که عدالت عیسی روی ما اومده. آمین. ما جزو مقدسین خدا شدیم. ما روحمون نجات داره. چرا نجات داره؟ اگر امروز پایان پیدا کنه زندگی هر کدوم، چشم تو در آغوش خداوند باز خواهی کرد. آمین. پس در واقع روح تو نجات رو داره. اما وقتی راجع به نجات روان صحبت می‌کنی، می‌گینی واقعا نداره. چرا افکار من آشفته است؟ چرا حیرونم؟ چرا درموندم؟ چرا گیرم؟ چرا خود درگیری دارم؟ چرا تو خودم دارم میپیچم؟ مشکل چیه؟ درگیری من با چیه؟ پس من نمیتونم بگم روان من نجات داره. اگه نجات داشت که این تو گیر نبود، این همه ناله نمیکرد، این همه افسردگی نداشت، این همه نمیرم خاک بریزی رو سرش، این همه مشکل داشته باشه، بلکه با قوت میستاد. پس چی براش تعریف کنم؟ روان من داره نجات میابه. از نجات به نجات. روح تو نجات داره. اگر امروز بمیری، مثل اون دوز بالای صلیب در آسمان در فردوس با خداوند خواهی بود. اما روان من و تو داره نجات میابه. جسم من چی؟ اگر نجات داشت که نمیمرد، ابدیت نجات خواهد یافت. در باره عدالت همینطوره. آیا ما عادل هستیم؟ آمین که عادل هستیم. پس چرا افکار من سر جاش نیست؟ آمین، روح من در عدالته، اما روان من باید عادل بشه. جسم من چی؟ در آسمان عادل میشه. از عدالت تا عدالت. درباره قدوسیت وقتی تعریف میکنیم دوباره همینه. قدوسیت چی میگه؟ آیا ما مقدسینیم؟ کلام خدا، این مقدسین خدا. اگه شما بهت بگم که امروز تو مقدس هستی، دستو بکن بالا، شاید جرئت نکنی دستو ببری بالا، یه دم دستشونو میکنن بالا، آمین. اما سوالی که به وجود میاد اینه، چی مقدسه؟ اولین چیزی که در خودت داری نگاه میکنی، میگه من مقدس نیستم. چرا؟ چون خطا کردم، اشتباه کردم، ضعف دارم، داوری میکنم، قضاوت میکنم، خشم میگیرم و هزاران کار دیگه. نه، تو مقدسی، روحت تو مقدس. اگه مقدس نباشی به آسمان نمیره. هیچ غیر مقدسی به آسمان نمیره مگر مقدسین خداوند که به خون عیسی تقدیس شدن. آمین. پس روحت تو مقدس، اما روانت تو مقدس نیست. پس چی بهش بگیم؟ داره تقدیس میشه، از تقدیس به تقدیس. پس نگران نباش، اگر با خودت گیر نده، چون خدا داره پروسه تقدیس رو در روان تو انجامه. تا کی؟ تا روزی که بری آسمان. جسم من چیزی؟ جسم من مقدسه؟ نه، اگه مقدس بود که نمیمرد، در آسمان مقدس خواهد بود. نجات، قدوسیت، عدالت، همه و همه تو میتونی از دیدگاه های مختلف بهش نگاه بکنی. پس حواسمون باشه چرا دارم به شما میگم. چون اگه ما اینو ندونیم، یا همدیگر رو داوری میکنیم با انگشت اشاره، یا خودمون رو محکوم میکنیم چه ایمانداری هستی، تو چرا اینطوری هستی، چرا اینطوری هستی، این چه وضع ایمانیه. و اتفاقی که خواهد افتاد اینه که شیطان در واقع از این بر علیه تو و محکومیت بر ضد تو استفاده میکنه و این خیلی خطرناکه. اگه من ندونم، بله من روحم نجات داره و
بعضی مواقع وقتی راجع به اخراج ارواح و دیوزدگی ایمانداران صحبت میکنه، مگه میشه ایماندار دیوزده باشه؟ مگه میشه ایماندار تحت تاثیر قرار بگیر؟ مگه میشه ایماندار؟ نمیخوایم بحث کنیم سر این موضوع، اما مرکز میدان جنگ یک ایماندار روانشه. یعنی کجا؟ یعنی مذبح سنگی. یعنی کجا؟ فکر تو در مقابل فکر خدا، احساسات تو در مقابل احساسات خدا، اراده تو در مقابل اراده خدا. اینجا مذبح سنگیه. اینجا همون جایی که تو باید در واقع اعتماد کنی به خداوند، به احساساتت. همون جایی که ابراهیم پسرش یعقوب رو، اسحاق رو داره به نوعی قربانی میکنه. داره چه کار میکنه؟ تمام وجودشو، تمام فکر و احساس ارادهشو داره روی مذبح میذاره، تمام عشقشو داره روی مذبح میذاره. و اونجا یک مذبح سنگیه که در واقع داره بین اراده خودش و اراده خدا، بین احساس خودش و احساس خدا داره تصمیم میگیره. جایی که در واقع بین این دوتا گیر میکنی که من باید چه کار کنم؟ اگر خداوند بود چه کار میکرد؟ خداوند از من چی میخوای؟ من چه کار کنم؟ جوابشو بدم یا جوابشو ندم؟ تلافی کنم یا تلافی نکنم؟ این کارو بکنم یا نکنم؟ ببین اراده خدا چیه. اون اراده خدا یعنی به جای اراده تو داری مذبحی به نام مذبح سنگین رو برام میکنی. اینجا همون جایی که آتش از آسمان میاد، اینجا همون جایی که ایلیا مذبحش رو بنا کرد و میگه آتش از آسمان اومد. یعنی چی؟ میگه تا به کی بین دو فرقه میلنگید؟ بین اراده خدا و بین یهوه و بین بعل دارین میلنگید؟ بین احساستون، بین احساستون نسبت به یهوه و احساستون نسبت به بعل دارین میلنگید؟ تا کی دارین افکارتون بین افکار یهوه و افکار بعل دارین میلنگید؟ امروز انتخاب کنید کجا؟ مذبح سنگی. این پیغام راجع به این داره صحبت کنه. مذبح سنگی اینه که تو باید انتخاب کنی، و هر وقت که انتخاب میکنی و بین اراده خودت و خداوند اراده خدا رو قربانی تو روی مذبح میدی و آتشی از آسمان میاد و اقتدارش رو بر میگیره و اون مس خدا روی تو میاد. آمین. پشت تمامی مذبح ها یک پیروزی، یک اقتداره. هیچ وقت ما نگاه نمیکنی بین همیشه بین دوتا پیروزی، خوب گوش کنید، همیشه یک مذبح وجود داره. یا بعد از پیروزی میبینیم قربانی ها انجام میشه، یا قبل از پیروزی ها قربانی میدن. اما همش چیه؟ خداوند نه به خواهش من بلکه به اراده تو. تو هم میتونی اراده تو انجام بدی، تو هم میتونی میل تو انجام بدی، اما تصمیم میگیری بین میل خودم. تو بحران های خانوادگی، تو تمام فشارهایی که روی زندگی داره به تو میاد، زندگی تو داره فشار میده، روابط خانوادگی داره فشار میده، خیلی چیزا داره فشار میده که یک کاری بکن خلاف اراده خداست. با تمام نداشتنت، با تمام کمپولیت، با تمام فشارهایی که روت هست، تصمیم میگیری نه، نه، نمیخوام. نمیخوام. دنیا چه ارزش داره رابطه من با خداوند بشکنه؟ دنیا چه ارزش داره مثلا از دست بدم؟ اونجاست که یک بار دیگه قربانی داری میدی. هللویا. و ما دائم داریم قربانی میدیم و بعد قربانی میدی. به این شخص میگن شخص روحانی. شخص روحانی اقتدار داره. اقتدار از کجا میاد؟ روغن از کجا میاد؟ آتش از کجا میاد؟ بر مذبح میاد. مذبح بدون قربانی آتش معنی نمیده. مذبح بدون قربانی و آتش، مس و اقتدار معنی نمیده. اینها رابطه های مستقیم با هم دارن. میخوام به شما یاد بدم برای آنانی که طالب مس هستن، طالب اقتدار هستن، وقتی میخواد دعا کنه آسمان براش باز باشه، درباره شما میخوام صحبت کنم که نگی من دارم میلنگم، من این چه وضع زندگی روحانیمه. خوبه که وضع زندگی روحانی راضی نیستی، چون که داره خدا فصل جدیدی از زندگی تو رو رقم میزنه. داره بهت میگه چیزهای کهنه در گذشت، فصل قدیم رو بذار کنار، خواهم فصل جدید. اما همیشه فصل جدید با مذبح شروع میشه. همیشه فصلهای خدا با یه قربانی شروع میشه. همیشه چند شدن فصلهای خدا و زمانهای خدا با قربانی انجام میشه. و قربانی یعنی چی؟ خودم رو خداوندا، میلم و ارادم و هر چی که هست خداوند رو مطیع تو میکنم. اونجا فصل تازه از زندگی تو شروع میشه. و تمام فصل‌های زندگی ایلیا، الیشا رو نگاه می‌کنیم، داوود رو نگاه می‌کنیم، تمام افرادی که در واقع فصل‌های زندگیشون عوض شد، جایی که مذبحی رو بنا کردن، خدا فصل تازه‌ای رو تو زندگیشون بنا کرد. آمین. پس نکته خیلی مهم اینه که مذبح اقتدار عظیمی داره. به همین دلیل تمام جنگ شیطان جنگ اقتداره. تمام جنگ های دنیا سر اقتداره. زور کی بیشتره؟ برای چی اینم اسلحه می سازن؟ کی قدرتش بیشتره؟ کی زورش بیشتره؟ نفت،
قدرت میاره، پول قدرت میاره، کشور و زمین قدرت میاره، داشتن یه ارتش بزرگ قدرت میاره، تسلیحات جنگی قدرت میاره، داشتن نفرات زیاد قدرت میاره. و همه اینها جنگ قدرته و شیطان نمیخواد هیچ قدرتی در روی زمین وجود داشته باشه که زیر قدرت خودش نباشه. و برای ما یعنی که در زیر فیض عیسی مسیح هستیم، زیر اقتدار ادونای هستیم، خداوند و سرور ما عیسی مسیح است، شیطان ازش میترسه، میگه تو این دنیا یه اقتداری هست که از من نیست و اون بر ضد من ایستاده و به همین دلیل تمام سعیش داره میکنه که این اقتدار تو رو بزنه. چگونه اقتدار تو رو بزنه؟ از همون طریقی که اقتدار بر تو اومده برعکسش میزنه که اقتدار از تو بدزده. بس به همین دلیل امروز میخوام راجع به این با شما صحبت کنم که چگونه روی مذبح اقتدار میاد و قدرت خدا روی مذبح ها جاری میشه. آمین. ما در عهد عتیق نگاه میکنیم مذبح های بسیاری وجود داره که هر مرد ایمان بعد از یک ملاقات در واقع این قربانگاه رو مهیا میکنه و بر اون قربانگاه نامی رو میذاره. ما وقتی موسی رو نگاه میکنیم در کتاب خروج باب 17 آیه 15 میگه موسی مذبحی بنا کرد و نام آن مذبح را یهوه نسی نامید. یعنی که خداوند نشان و پرچم منه، خداوند اقتدار منه، من زیر پرچم خداوند، زیر قدرت خداوند. وقتی راجع پرچم داره صحبت میکنه، راجع پرچم پیروزی داره صحبت میکنه. درباره چی داره صحبت میکنه؟ راجع پیروزی که از مصر در مقابل خدایان، در مقابل قدرت فرعون و تمام لشکریان اونها، خدا اونها رو با زوراوری بیرون آورد، اونها رو با مصر بیرون اومد، اونها با قدرت بیرون آورد. الان ایستادن زیر پرچم خداوند، میگه نام خداوند یهوه نسا اقتدار منه، من زیر این دار با پیروزی جلوی چشمانم دیدم که دشمن چگونه فرو میره، دیدم که چگونه داره داوری میشه، دیدم که چگونه داره نعره میزنن، دیدم که چگونه داره متلاشی میشه عرابه هاشون. اونها به عرابه هاشون مینازن، ما به اسم یهوه خدای اسرائیل مینازیم. اونها با ارتششون مینازن، ما به اسم یهوه خدای اسرائیل مینازیم. هللویا. اینجا قدرت هست، پرچم قدرت داره، اقتدار داره. شما در ارتش نگاه میکنین کسی که بی احترامی به پرچم بکنه تنبیهش میکنن، کسی که هنگام پرچم بالا رفتن احترام نداره تنبیهش میکنم. پرچم یک اقتدار داره که هر من کشورها به پرچمشون احترام میذارن چون که باید اقتدار داشته باشن. اتفاقی که میفته خیلی از جاها میسه ایران شروع میکنه پرچم ها رو سوزوندن. چرا؟ میخوام میگن تو اقتدار نداری. چرا اقتدار نداری؟ کاری که شیطان میخواد بکنه که دائم پرچم های ما رو بسوزونه، اما به نام عیسی مسیح قدرت خدا بر ماست که تمام پرچم های شیطان و دروازه های جهنم رو فرو بریزیم. آمین. ما قدرت او را فرو خواهیم ریخت. هر پرچمی که بخواد در مقابل پرچم خداوند قد علم کنه به نام عیسی مسیح باید فرو بریزه. هر اسمی در مقابل نام خداوند باید زانو بزنه و اعلام کنه که تنها عیسی مسیح خداونده. آمین. هر زبانی باید اقرار بکنه. تمام پرچم ها باید سرشون رو خم کنن. تمام دروازه ها باید سرشون رو خم کنن. ای دروازه ها سرهای خودت خم کنید، پادشاه جلال میاد. ای با دروازه ها سرهای خودتون رو فرو بندازید، دروازه خدای جلال داره میاد. آمین. در مقابل این خدای جلال باید همه زانو بزنن. این مسیحی که روی مذبح سنگی اتفاق میفته، وقتی تو قربانی داری میدی، هللویا، در مقابل تو شیطان باید عقب نشینی کنه به نام عیسی مسیح. وقتی فرمان میدی، چرا؟ چون که چیزی نداره که بخواد بر تو ادعایی وارد کنه. چرا؟ که فکر تو، احساس تو، اراده تو روی قربانگاه گذاشتی و من نه به خواهش من بلکه به اراده تو پدر. پس به نام عیسی مسیح شیطان هیچ جایی نداره. میگه رئیس این جهان میاد بر من رأی نداره. چرا نداره؟ چون که مذبح سنگیمو من گذاشتم، جایی نداره روی فکر من، روی احساس من، روی اراده من کار کنه. هللویا. و شخص روحانی همینه. وقتی که تو تصمیم میگیری، بین تصمیم ما تمام جنگ ها برای چیه؟ که یه تصمیم اشتباه بگیری، یک احساس اشتباه بکنی، یه حرف اشتباه بزنی، یه داوری اشتباه کنی، کلام اشتباه رو بگی و میخواد از همون استفاده کنه و مست تو بدوزه. ولی وقتی تصمیم میگیری با خویشتن داری ساکت میشی، میخوری جواب نمیدی، آرام انسانی رفتار نمی کنی، کار خوبم انجام نمیدی، تصمیم میگیری که اراده خدا رو انجام بدی. کار خوب هم حتی همینه. بعضی مواقع شیطان همیشه از طریق گناه ما رو نمیزنه، بلکه از طریق کارهای خوب هم ما رو میزنه و دائم میخواد که ما کار خوب انجام بدیم. میدونه گناه نمی کنی چون که خدا رو دوست داری، میدونه گناه نمی کنی چون که در حضور خدا زندگی میکنی، اما ناخواسته بعضی مواقع میگه کار خوب انجام بده، کارهای نیکو انجام بده. خیلی عالیه، پرفکت، بی‌نظیره، نگاه کن همه چی عالیه. اینو به شما بگم، شیطان هیچ وقت دلش برای ما نسوخته که بخواد به ما سوبسید بده.
همیشه اگه چیزی رو میده یه چیزی رو میخواد. پس حواسمون باشه که در واقع چی داریم جا به جا میکنیم در مقابل چی. در پیدایش 33 آیه 20 یعقوب میگه مذبحی بنا کرد و نام آن را ایل الوهی اسرائیل نامید، یعنی خداوند خدای اسرائیل. اینو یعقوب داره میگه خداوند خدای اسرائیل بعد از یک ملاقات با خداوند مذبحی بنا میکنه، ایل الوهی رایبایی چی را صحبت میکنه؟ ایل الوهی اسرائیل، خدایی که من یعقوب رو تبدیل کرد، منی که فرار میکردم، منی که دو داره میکردم، خدا منو تبدیل کرد. یعقوب داره اعلام میکنه اقتدار خدا تبدیل کننده است، حضور خدا تبدیل کننده است. این مذبح، مذبح تبدیل منه، اینو بنا میکنم که یادم نره که کی بودم، خدا من منو چه کار کرد. آمین. این مس میاره بعد از این ملاقات، حتی برادرش که عیسی اومده بود که در مقابل اون رو نابود کنه، خداوند دل دشمنانش رو در واقع لمس میکنه. اقتداری که روی مرد میاد، حکمتی که روش میاد که چگونه عمل کنه، میفهمه اشتباه کرده، از فرار باید دست بکشه و بعد در مقابل برادرش فروتن بشه. خدا او رو مس میکنه و برکتش میده و برادرش هم دست از سرش بر میداره، او رو در آغوش میگیره و محبتش میکنه. ایل الوهی اسرائیل، خدایی که یعقوب رو به اسرائیل تبدیل کرد. دوباره همین یعقوب میبینیم در پیدایش 35 آیه 7 میگه مذبحی بنا کرد به نام و آن را ایل بیت ایل نامید، یعنی خانه خداوند خدا. تازه فهمید که شاید من جایی نداشته باشم، توی بیابانها سالها آواره بودم و فرار از دست این و اون، اما تنها جایی که احساس امنیت میکنم. دیدید وقتی ما واقع افراد خیلی بیرون میرن، حتی میرن تفریح، میرن در واقع مرخصی یا هر چیزی، وقتی برمیگم یا خیلی هیچ جا خونه آدم نیست، یعقوب داره میگه هیچ جا خانه خدا نیست، جایی که احساس آرامش میکنم اینه. به همین دلیل وقتی داوود داره میگه در تمام ایام عمرم یک چیز را خواستم و او را خواهم طلبید، تمام ایام عمرم در بیت ایل باشم، در خانه خداوند، یعنی حضور خداوند. چون که حضور خداوند اقتدار میاره، در خانه خداوند اقتدار هست. به همین دلیل کلیسای خداوند اقتدار داره که دروازه های جهنم رو ببنده. این به اقتداریه که کلیسا به ایمانداران، به فرزندان خدا، به من و تو داده. هللویا. به ساختمان فقط نیست، اما من باور دارم جایی که فرزندان خدا هستن، حتی در و دیوار اونجا میتونه مس بگیره. چون خدا از ساختمان اونجا هم مواظبت میکنه، خداوند از مکان اونجا هم مواظبت میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر فرزندان روحانی مثل تو که خداوند رو دوست دارن و میخوان با او زندگی کنن و مذبحشون روشنه. پس خدا میخواد در کلیساهامون، خدا میخواد در خانه هامون دائم مذبح سنگیمون روشن باشه و بر اون قربانی هامون رو بذاریم. جدعون در داوران باب 6 آیه 24 میگه جدعون مذبحی بنا کرد و آن را یهوه شالوم، خداوند صلح و سلامتی. وقتی زندگی مرد رو داریم نگاه میکنیم، درباره چی داره صحبت میکنه؟ این مردی که در جنگ ها لشکر عظیمی بود، خدا گفت کمش کن، کمش کن، کمش کن، کمش کن، کمش کن، فقط با 300 نفر جلوی ارتش عظیم. خب چه اتفاقی میفته؟ خداوند سلامتی و امنیت منه. شالوم یعنی چی؟ صلح و سلامتی، امنیت و برکت و آرامی و شبت خداوند. خداوند ثبت منه، خداوند شالوم منه، خداوند سلامتی منه، خداوند امنیت منه، خداوند برکت منه، خداوند مالک جان منه و محافظ جان منه. آمین. اقتدار میاره. مذبحی بنا کرد، اسمشو این گذاشت. هر مذبحی که بنا میکنی یک نامی از خداوند، یه اقتداری از خداوند. نام خداوند اقتدار داره. آمین. میگه نام خداوند برج محکمیه. محکم یعنی چی؟ برج مقتدریه. هللویا. که هر کسی در اون امنیت داره. پس تو وقتی مذبحاتو بنا میکنی و هر چی رو به خداوند تقدیم میکنی، هر جا کوچیک و بزرگ بین اراده تو و اراده خدا، نفس تو و نفس خداوند، میل خداوند و احساس خداوند، تو داری مذبحتو بنا میکنی. اینها قربانی هاییه که خداوند از تو میپذیره. آتش خداوند اقتدار داره. آتش خداوند بر ایماندار که میاره اقتدار داره، بر آنانی که در واقع دشمنان خدا هستن داوری میاره. آتش برای فرزندان و خداوند تقدیس میاره، تبدیل میاره، زیر رو میکنه، مس میاره. برای دشمنان خداوند داوری میاره. اما خدا را شکر برای من و تو که در مسیح عیسی هستیم، هیچ محکومیتی نیست. آمین.
پتروس میگه آتشی که در میان شماست به جهت هلاکت نیست بلکه به جهت تقدیسه. و خدای داری منو میکشی، داری چه کار میکنی؟ خدا میگه من تو رو نمیکشم، دارم تقدیست میکنم. اما دوست داشتم خودت قربانیاتو بیاری. یه جاهای خدا یه طرفه آتشش رو زودتر میاره، بعد میگه آتش برای چیه؟ برای قربانی. ای قربانی کجاست؟ قربانی تویی. خیلی مواقع شیطان هم یه آتشی برام میکنه. برای چه؟ اسم شروره که شر تولید میکنه. و کارش چیه؟ آتشی به پا میکنه به جهت نابودی. آتش خدا تقدیس میکنه، آتش شیطان نابود میکنه. آتش خدا بلند میکنه، آتش شیطان هلاک میکنه. ما طالب اون آتش خدا هستیم که با فیض روی ما میریزه. آمین. ابراهیم پیدایش باب 12 میگه مذبحی بنا کرد و نام یهوه را ندا کرد. وقتی میگه نام یهوه را ندا کرد، یهوه برای ابراهیم یادآور کسیه که با او عهد بست. و وقتی میگه نام یهوه را ندا کرد، یاد عهدی رو که با او بسته بود رو ندا کرد، دوباره عهد رو یادآوری کرد. من با این خدا عهد رفاقت بستم. به همین دلیل کلام خدا میگه ابراهیم دوست خدا بود. کجا بست؟ زمانی که روی مذبح سنگی بین قلب خودش و قلب خدا، بین اراده خودش و اراده خداوند تصمیم گرفت. اسحاق. بزرگترین مشکلات ما اینه که بعضی مواقع فکر میکنیم فقط شیطانه که در واقع داره بحران ها و مشکلات تو زندگی ما به وجود میاره. اگر خدا اجازه میده، حتی که خیلیش هم نفسانی خودمون کاری به شیطان نداره، خدا میخواد یاد بگیری و یه تصمیم بگیری. آیا حاضری؟ آیا حاضری؟ حاضری اولها تو به خدا بدی؟ چرا خدا از ابراهیم اسحاقش خواست؟ بعضی موقع نگاه میکنن خیلی وحشتناکه که خدا از یه پدری بخواد، از یه مادری که بچهش این کار بکنه. همش برمیگرده به یک چیز. چی تو زندگی تو اوله؟ کی اوله؟ چی اوله؟ خدا میخواد جای اول باشه. وقتی ده فرمان نگاه میکنیم پیغام خدا چیه؟ من یهوه خدای تو هستم، تو را خدایان دیگر نباشد. من جای اولم. و بعد از اون میگه نه خدایان دیگر کنار من، بغل دست من، بالای من، زیر من، پشت سر من، روبروی من، هیچ کدام نباشد. من جای اولم. فرزند تو جای اوله، همسر تو جای اوله، اما بعد از خدا. کی جای اوله؟ تمام پیغام برای ابراهیم بود. کی جای اوله؟ زمانی که ابراهیم رفت اسحاقش رو گذاشت، خدا گفت اوکی اوکی اوکی، الان فهمیدم من جای اولم و بچه تو هم جای اوله اما بعد از من، همسر تو هم جای اوله اما بعد از من. و خدا گفت کافیه. این یعنی پیروزی، یعنی اقتدار. و خدای مرد رو برکت داد. و هر کس که در واقع از این نسل داره میاد، و خدا رو شکر که ما به واسطه عیسی به این شاخه نسل شدیم، ما هم وارثین برکت ابراهیم هستیم. آمین. داوود مذبحی بنا میکنه، نام او را یهوه یرا مینامه. چرا؟ زمانی که تو بحران هاست، خدا برای من راهی رو مهیا میکنه، خدا برای من طریقی رو مهیا میکنه. نه طریقهای من، طریقهای خدا. اونجا تو اجازه داری اسم مذبحتو بذاری یهوه یرا. چرا؟ چون که بین طریق خودت و طریق خدا، طریق خدا رو انتخاب کردی. اونجا تو اجازه داری اسم مذبحتو بذاری. یادداشت کن، تو تقویمت یادداشت کن، روزی که تصمیم گرفتی بین اراده خدا و اراده خودت، بین طریقهای خدا و طریقهای خودت انتخاب کنی، تو مذبح سنگی به نام یهوه یرا رو مهیا کردی. پس متوجه میشی این مذبح سنگی چیه؟ و شیطان از این مذبح سنگی میترسه.
تمام قدرتش میشکنه، تمام نقشاش میشکنه، تمام کارهایی که کرده و رو تو سرمایه گذاری کرده همش پنبه میشه. این همه روش وقت گذاشتم، این همه رو مخش کار کردم، همه رو روی سنگ گذاشت، روی مذبح گذاشت، همه رو متلاشی کرد. به خاطر هم از این مذبح متنفره. باش تا بمیره تا به انتها، باشه که در واقع چشمای او جلال خدا رو ببینه که ما متعلق به اون نیستیم، ما متعلق به عیسی مسیح هستیم. آمین. این مذبح سنگی دائم بر تو زندگی ما روشن باشه، چرا که اونجا قدرت شیطان میشکنه و قدرت یهوه، قدرت عیسی و قدرت روح خدا و مس خدا رو بر تو جاری میکنه. شخص روحانی مذبح های سنگیش همواره برباست، مذبحاشو بازسازی کرده، آتشش همواره روشنه. به این معنی نیست ممکنه خطا بکنه، میکنه، دوباره مذبحش روشنه، دوباره میره خداوند عذرخواهی میکنم، من اشتباه کردم، من بعد بین اراده من و اراده تو اینو انتخاب میکردم، اما الان که دارم توبه میکنم، خود این توبه انجام اراده خداست. اونجا دوباره هللویا نام اون مذبح یهوه شالومه، نام اون مذبح، طریقی که خدا برای من مهیا کرده که من بتونم برگردنم، نام اون مذبح چیه؟ یهوه یرا. هللویا. منی که افتاده بودم دوباره خدا بلندم کرد، نام اونجا چیه؟ یهوه نسی، پرچم من، افتخار من، منو بلند کرد. دارید یاد میگیرید که این مذبح ها یعنی چی و چه قدرتی تو این مذبح ها وجود داره؟ قدرت عظیمی وجود داره. به همین دلیل تمام کتاب مقدس پر از مذبحه، اما مذبح عیسی، مذبح عیسی روی جلجتا قدرتش چیه؟ تمام قدرت شیطان کجا شکسته شد؟ تمام قدرت شیطان کجا ریخت؟ تمام قواتش چطوری ریخت؟ سلطنتش چطوری ضایع کرد؟ آیا رو مذبح نبود؟ هللویا، روی مذبح بود، روی جلجتا یک مذبحی بنا شد، اون صلیب مذبح خداوند بود. هللویا، که عیسی روی اون مذبح قربانی هاشو داد و اونجا تمام قدرت شیطان رو فرو ریخت پایین. هللویا، که امروز من و تو به نام عیسی مسیح بتونیم تمام قدرت شیطان رو پایمال کنیم. آمین. این اون چیزیه که خداوند داره به ما میده. عیسی مذبح سنگی داشت، روی صخره جلجتا، روی اون سنگ‌ها مذبح بنا کرد. عیسی مذبح سنگی داشت، به خاطر همین قدرت شیطان رو کشید پایین. شیطانی که داره بهش میگه بیا منو پرستش کن، تمامی قدرت آسمان و جلال و شوکت و حشمت جهان رو بهش نشون داد. گفت همه اینا به من داده شده. کی بهش داد؟ آدم توی قمار باختش. عیسی میگه بیا، شیطان بهش میگه بیا اینا رو من به تو میدم. میگه فقط خدا من خدای خودتو پرستش کن، یعنی مذبحی برای تو روشن نمی کنم. بعدم میرسیم به مذبح زرین که مذبح پرستشه. ازش میخوام مذبح پرستش رو بنا کن. مذبح زرینه، الان نمیخوام بهش بپردازم. مذبح تو بنا کن برای من، همه دنیا رو بهت میدم اگه برای من مذبح، تمام اقتدار بهت میدم. شیطان میدونه رو مذبح اقتدار است. گو یه مذبح بنا بکن، یه مذبح زرین، منو پرستش کن، تمام اقتدار دنیا رو به پات میریزم. نه، اما انجیل متی باب 28 آیه 19 به بعد عیسی داره میگه تمامی قدرت آسمان و زمین به من داده شده. اه؟ چی شد؟ توی باب 4 تمامی قدرت آسمان و زمین دست شیطان بود، بعد یه دفعه تمام قدرت اومد دست تو. کجا؟ هللویا، وقتی رفت تو جهنم گفت رد کن بیا ببینم کلیدو. هللویا، تمامی قدرت آسمان و زمین و تمام قدرت دروازه‌های جهنم و همه رو پس گرفت. هللویا، رد کن بیا، بیگناهی رو کشتی و من امروز عدالت همه خواهم بود. هللویا. کجا؟ رو مذبح. رو مذبح قدرتش شکست. بعد میگه تمامی قدرت دست منه، الان شما برید تمامی امت ها رو شاگرد سازید. از کجا و کجا و کجا شروع کنید؟
هللویا، آمین. هابیل مذبحی بنا کرد، نو مذبحی بنا کرد، تمام مردان مذبح بنا کردن. این قانون خداست. ما باید مذبحام روشن باشه. پس رابطه مستقیم بین پیروزی و مذبح و جنگ روحانی روی مذبح وجود داره. برگردیم به مذبح سنگی، جایی برای قربانی و تقدیم و تسلیم، فکر و احساس اراده. در اینجا یه جنگ روحانیه، یعنی مرکز خاطرات ما، و تمام شیطان کارش اینه که ما را به گذشتمون وصل کنه. خدا قوم اسرائیل از مصر آورد بیرون، راجبه شنیدیم، آورد به واسطه موسی، آوردشون تو اریها، و از اریها به بعد به واسطه یوشع آوردشون اون بره اردن و در منطقه به نام شکیم. و اونجا شکیم کجا بود؟ جایی بود که در واقع تقسیم کرد بین پسران یوسف. منسی یعنی خداوند و من را کمک کن تا از گذشتم. دیدیم خدا به ابراهیم گفت برو به شکیم، ابراهیم از گذشتت آزاد شد. یعقوب برو به شکیم، یعقوب از گذشتت آزاد شد. اون زن سامری سر چاه آزاد شد از گذشتت. پولس را تبدیل کرد، سولوس را تبدیل کرد به پولس، شمعون را تبدیل کرد به پتروس. و امروز کارش اینه، روی اون مذبح خدا میخواد ما را عوض کنه. آمین. هر چی که هستی به نام عیسی مسیح تبدیل خدا اقتدار میاره، چون که تمام اقتدار شیطان رو میشکنه تو سالهای زندگیت، تمام خشم رو تو زندگیت میشکنه، تمام روح انتقام رو میشکنه، روح محکومیت رو میشکنه، تمام اون چیزی که در زندگی تو شیطان کاشته و دژهایی که کاشته به نام عیسی مسیح و فرو بریزه. آمین. هر فکری که خلاف معرفت خدا قد علم کنه، هر فکری احساسی مخالف احساس خدا قد علم کنه، هر اراده مخالف اراده خدا قد علم کنه، به نام عیسی و فرو بریزه. آمین. اون چیزی که قرنتیان در راجبه صحبت میکنه، هر دژی، هر قلعه‌ای که در مقابل افکار خداوند قد علم کنه، به نام عیسی فرو بریزه. آمین. اینجا یعنی چی؟ من دارم مذبحی رو بنا میکنم و این مذبح باعث میشه که تمام دیوارهای فکری روحی تو فرو بریزه که از شیطان ساخته شده. آمین. تمام احساسات محکومیت و اخباری که باعث سرم چه اتفاقی افتاد، دائم محکومیت، دائم افسردگی، دائم سرخوردگی، دائم نمیشه و نمیشه و نمیشه و شیطان دائم بر ضد تو حرف میزنه، تمام این چیزا که بر ضد تو میگه رو مذبح قدرت شکست نمیشه. و بعضی مواقع میگه برده بیا برام دعا کن، برده بیا برام دعا کن، اون بیا برام دعا بکن. تو بدون مذبح تبدیل نمیشی. قانون تبدیل مذبح خداست. یکی بیا حتی تو دیو بیرون کنه از تو، وقتی خون خالیه مذبح نیست، آتشی توش نیست، روشن نیست، شیطان میخواد چطوری دوباره میاد همونجا، هفت و بدتر هم میاره. باید مذبح روشن باشه، باید اونجا پر باشه. میگه خانه رو خالی ببینه. خانه خالی یعنی چی؟ چراغ خونه خاموشه، مذبح خونه خاموشه، آتش نداره، روح نداره، قوت نداره، مس نداره، تقدیم قربانی نداره. معلومه اونجا میشه دیودونی. اما جایی که مذبح هست قدرت شیطان میترسه، شیطان نمیتونه با آتش خدا نزدیک بشه، آتش قدوسیت خدا رو فرو میگیره. ما باید این مذبح همون روشن باشه. اون موقع دیگه احتیاجی برادر برام دعا کن. اون مذبح میسوزونه هر چیزی که تاریکیه. احتیاج نیست کسی برای تو کمک کنه، احتیاج نیست کسی کمک کنه. اگه عیسی هست، اگر هست، ما برای دنیای بی ایمان باید بریم دیوار بیرون کنیم. واقعا هاشو بر ما که یه ایماندار بیاد برادر برام دعا کن. بابا تو ایمانداری، فرزند خدایی، به خون مسیح خریده شدی، قدرت اون شیطان فرو ریخته به نام خداوندت. برای چی التماس میکنی اینو بیام به کمکم برسم؟ مذبح تو روشن کن، قدرت خدا میاد، مس خدا میاد، اقتدار خدا میاد. همونجا کیست که در مقابل قدرت حضور خدا، جایی که روح خداست مذبح تو روشن میکنی، جایی که روح خداست آتش خداست، اونجا آزادیه. آمین. برای چی؟ این برای دنیای بی ایمانه، برای مبشرینه که بخوان برن به اینو بگم بیا برام کمک کن، نه برای تو دختر خدا، پسر خدا. تو احتیاج به این مذبح داری. شیطان این همه به درد داره به زندگیت وارد میکنه. جالب، دردهای شیطان رو تحمل میکنند، حاضر نیستن برای اطاعت از خدا یه ذره درد بکشن. آخه برای چی؟ دردی که از خدا تو رو نمیکشه، درد شیطان تو رو میکشه، دردی که از خدا تو رو بلند میکنه.
دردهای خدا به جهت تقدیس، غمی که از آسمان منشأ توبه است، منشأ بازگشت در جایگاه اقتدار، منشأ بلند شدن، منشأ حیات شروع تازه است. انگشتر رو دوباره بهت میده، نعلین رو بهت میده، رداتو میکنه سرت، برای جشن میگیره. این یعنی هللویا، مذبح خداوند. تو که همه داری درد میکشی، تمام سالهای زندگیت مادرت چه کار کرد، پدرت چه کار کرد، برادرت چه کار کرد، عمو و خاله و عمه و همسایه و شوهر و زن چه کار کرد، داری تو بدبختی گذشتت، آزاد شو از گذشتت به نام عیسی. همه رو بذار روی مذبح خداوند. خداوند، تو تمام گذشته من رو با خود دفع کردی و امروز با تو رستاخیز میکنم، چرا که خداوند نه به خواهش من بلکه به اراده تو. ممکنه دوباره بیافتی، دوباره مذبح بذار، دوباره آتش روشن کن، مهم نیست. 100 بار بیافتم، 100 بار مذبح بنا میکنم. 70 بار بیافتم، دوباره بلند میشم، چون که عیسی عدالت منه، مذبح من روشن باید باشه. کلام خدا میگه از مذبح شما آتش خاموش نشود. برای چی دائم میگه روح القدس پر بشید، در روح القدس پر بشید؟ اگر روح خدا آتش خداست، همواره آتش خدا بیاد، همواره از آتش خدا پر بشی. به عنوان قربانی آتش خدا رو دریافت کن. آیا پیغامش این نیست؟ همواره، همیشه، هر روزه. کار خدا تبدیله و همه این تبدیل ها با یه ملاقات اتفاق میفته و این تبدیل بدون ملاقات نیست و هیچ ملاقاتی بدون مذبح نیست. هر جایی که خدا حضور داره، اونجا حتما تو باید یه چیز عوض کنی. هر جایی که اونجا حضور خدا میاد، یه چی باید دگرگون بشه. و هر جایی که یه چی دگرگون میشه، تو دیگه آدم قبلی نیستی، اونجا مذبحی بنا شده به نام مذبح سنگی. در لوقا باب 24 آیه 42 عیسی میگه در باغ جتسیمانی، شبیه که در واقع عنقریب میان تسلیمش میکنن، داره دعا میکنه و شاگردان خوابه، بهشون میگه که یک ساعت با من دعا بکنید، همه خسته و خواب. و اونجا میگه ای پدر، این پیاله را از من بگیر، نه به خواهش من بلکه به اراده تو، بلکه به اراده تو. عیسی داره مذبحی از سنگ بنا میکنه، نه به اراده من، به اراده تو. احساسم درد داره خداوندا، اما به احساسم نگاه نکن که زخمی ناراحته، بلکه به احساس تو، نه به فکر من بلکه به فکر تو ای خداوند. اونجا مذبح سنگیه، اما خوب ببینی چه اتفاقی میفته. در لوقا باب 22 آیه 44، یعنی 2 آیه بعدش، من میگه و از شدت درد از پیشانی او عرق همچون خون. قربانی یعنی این، عرق همچون خون میچکید. این بهش میگه مذبح سنگی، زمانی که باید بین اراده خدا و اراده خدا یکی رو انتخاب کنیم. عیسی هر سه مذبح رو پاس کرد، هر سه مذبح رو کامل کرد، هم مذبح جسمش، هم مذبح روانش، هم مذبح روحش، هر سه مذبح رو بنا کرد و با این سه مذبح تمام قدرت شیطان فرو ریخت. هللویا، چون که قدرت داره توی این مذبح ها، وگرنه نمیشه قدرت شیطان شکست. بدون مذبح نمیشه، اما با مذبح خداوند و با مذبحی که تو در خداوند بنا میکنی، آمین که خواهد شد. آمین. یه جاهایی تو زندگی خانوادگیت گیر کردی، توی تصمیماتت، شراکت، بیزنس و خیلی چیزهای دیگه هست که در واقع دوست داری انجام بدی، اما میدونی اراده خدا نیست. میخوای ازدواج کنی، خب چیکار کنم، ایماندار نیست، حالا بچه خوبیه، کاری هم به ایمان من نداره، اصلا بی خداه،
من بهش میگم من مسیحی هستم، میگه هر چی که میخوای باش، من که قبول ندارم. آدم خوبیه. خیلی سخته بیزنی و بیشوهری، چون که بعضی مواقع شخص مجبوره بین اراده خداوند و اراده خودش یکی رو انتخاب کنه. اما وقتی میگه که نه، خداوند که من رو توی جمعیت غافل نذاشته، خداوند توی این خلقتش من رو الیس گم نکرده. کلام خدا میگه اسم شما در دفتر خدا هست، خدا این دفتر رو فراموش نکرده. اینطور نیست که در آسمان بری بگی اسمت چی، میگه فلان، میگه نیست، اصلا ندیدم. خدا اسم ما رو میشناسه، خدا ما رو به نام میشناسه. میگه یعقوب رو به نام شناخ، افرایم رو به نام شناخ، خدا ما رو به نام میشناسه، تو رو فراموش نمیکنه، برای تو این طرح و نقشه‌ای داره. اما خدا میخواد قبل از اینکه چیزی رو به تو بده، مذبح تو روشن. خداوند من دوست دارم ازدواج کنم، خداوند من دوست دارم مهاجرت کنم، خداوند من دوست دارم کار کنم، خداوند من دوست دارم شراکت کنم، خداوند من دوست دارم، اما نه به خواهش من بلکه به اراده تو. مذبح تو بنا کن، مذبح سنگ تو. اون موقع است که خداوند میگه اوکی، درهای رحمت باز میشه برای تو. مذبح تو پاس کردی، هرچند یک بار نیست، دائم باید پاس کنیم، اما برای هر قسمت هاللویا. اونجا میتونی یه اسمی از خدا بذاری، خداوند مهیا کننده شوهره، خدا مهیا کننده بچه و همسر و کار و اینه اینه. نام او یهوه یرا. زمانی که بهش اعتماد میکنم، تاریخهای خودم رو قربانی میکنم، تاریخهای خدا برای من باز میشه. آمین. این یعنی مذبح سنگی پر از اقتداره. مذبح در زبان عبری مذباخ از ریشه کلمه زباخ میاد، به معنی کشتن، سلاخی کردن و قربانی کردن. مکان این کشتن و قربانی کردن و سلاخی کردن زباخ رو میگن مذباخ. مکانه و اسم مکانه. و خود واژه قربانی در عبری از کلمه قربان میاد که به معنی ابزاری به جهت نزدیکی، که خود کلمه قربان از ریشه کلمه قراب میاد به معنی میل به نزدیکی، میل به نزدیک شدن. و خود پیغام مذبح و قربانی اینه: خداوند من میخوام به تو نزدیک بشم. چرا نزدیک بشم؟ چون که افکار من با افکار تو خیلی فاصله داره، اراده من با اراده تو خیلی فاصله داره، احساسات من با احساسات تو خیلی فاصله داره. خداوند میخوام بیام نزدیک. به همین دلیل قراب به معنی میل به نزدیکی. خداوند من میخوام به تو نزدیک بشم و جایی باشه خداوند که بتونم توی نزدیکی حضور پرجلال تو رو تجربه کنم. و برای اینکه تو بتونی بیای، احتیاج به یه ابزاری داری. وسیله و ابزار تو قربانیه. میل به رفتن و نزدیک شدن رو بهش میگن قراب. وسیله‌ای که قراره با خودت ورداری ببری، ابزاری که میخوای با خودت ورداری میشه قربان، همون قربانیه. کجا ببرم؟ میلشه که دارم، اینم دستمه، میخوام برم. شما دیدی دو نفر با هم دعوا میکنن، قهر میکنن و بعد از هم ناراحت میشن. یکی میگه آره من دوست ندارم بین ما فاصله باشه، ما دوتا خواهریم، ما دوتا برادریم، ما دوتا دوستیم، ما دوتا همساییم. یه دست گل برمیداره میبره. این میل به نزدیک شدن رو بهش میگن قراب. و اون دسته گلی که دستته بهش میگن قربانی. وقتی میری در خونه اون رو به اون تقدیم میکنی میشه مذبح، یعنی مذبح. خب چی رو کشتم؟ غرور تو، خودخواهیت کشتی رو اون مذبح. خدا فروتن رو بلند میکنه. جا
جالب به شما بگم این سه واژه ذبح، قربان و قراب هر کدومشون به نوعی به قسمتی از بدن ما، انسانیت ما مربوطه. وقتی قربان یعنی در واقع همون قربانی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، اون ابزار مناسب برای رفتن در حضور خدا چیه؟ روح ما. کلام خدا میگه چی؟ او را با روح و راستی پرستش کنید. او روح راستیه، طریقهای خدا راستیه، روح خدا ما را به راههای راستی هدایت میکنه. تو با روحت میتونی، ابزاری که میتونی به حضور خدا بری روح توست. اما قراب چیه؟ تمام وجود و فکر و احساس ارادت و انگیزه ها تو، اون میل به نزدیکی، دل تو، وجودی که در درون تو هست، اون قراب توه که داره تو رو له له میزنه برای رفتن. اما چیزی که هست میمونه قسمت دیگه، که جسم من میشه ذبح بر مذبح. جسمم، ذبح، روانم، قراب و روحم، قربان. تمامی وجود انسان خدای خود رو به تمامی دل و فکر و جان و وجود خود محبت کن. این یعنی قربانی بر مذبح خداوند. آمین. با اینجا تمام میکنم، چون که در جلسه آینده با این شروع خواهم کرد. یعقوب باب 4 آیه 7 تا 8 میگه، کتاب مقدسون رو باز بکنید. آیه 7 میگه: پس از خدا اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما دور شود. من چگونه از خدا اطاعت کنم؟ اطاعت یعنی چی؟ چه کار باید بکنم برادر؟ به من بگو من باید چه کار بکنم؟ تو کلام خدا میگه خدا روحشو به مطیعان میده. من چه کار کنم که اطاعت کنم خدا روحشو به من بده؟ خدا به مطیعان برکت میده. خدای من برادر، من چه کار بکنم که برکت خدا رو بگیرم؟ من میخوام حضور خدا، جلال خدا رو تجربه کنم. میخوام چشمام به دنیای روحانی باز باشه، فهم روحانی داشته باشم. چه کار کنم؟ من باید چگونه اطاعت کنم؟ چه کار کنم که ابلیس دست از سرم ورداره؟ چگونه با ابلیس مقاومت کنم؟ من چگونه میتونم مقاومت کنم که از من دور بشه؟ چگونه؟ آیه 8 جوابش میده: به خدا نزدیک بشید تا خدا به شما نزدیک بشه. آمین. نزدیک شدن. شما تصور بکن که شیطان اینجا ایستاده، خدا هم اینجا ایستاده و تو هم این وسط ایستادی. فاصله تو با خدا به همون اندازه یک فاصله تو با شیطانه. یعنی بر نگاه میکنی دنیا و شیطان که داره با نفست بازی میکنه، قلقلکت میده. به این ور داری نگاه میکنی، میل خداوند، افکار خداوند و این ور. اگه این ور برم بعد یه مذبح بسازم، چون خدا داره میگه بیا نزد من. این ورم داره به این میگه گولی بیا نزد من. هر دو دارم به من میگه بیا نزد من. خدا میگه جوابشو نده، این میگه جوابشو بده. خدا میگه نگاه نکن اینو، این میگه نگاه بکن بابا، این حرفا چیه؟ خیلی شلوغش کردی. خدا میگه داری میافتی تو دره، میگه نه بابا خبری نیست، این همه افتادن نمردن تو هم نمیمیری. دائم بین این هستی. کجاست؟ داری میشنوی. آنچه که میشنوی در فکرت، در احساس ارادت داره کار میکنه. یعنی یک مذبح. مذبح همو این و بنا کنم یا اراده این و رو انجام بدم. حالا چی داره میگه اینجا؟ داره میگه تو اگر به خدا نزدیک بشی از شیطان دور خواهی شد. یعنی چی؟
اگر تو اینجایی، فاصله دومت با خداوندی، فاصله دومت با شیطانی. الان 1 متر میری به سمت خداوند، چقدر دیگه فاصله مونده؟ 1 متر. چقدر با شیطان فاصله داری؟ 3 متر. دوباره میری در آغوش خداوند، چقدر با خدا فاصله داری؟ هیچی. چقدر با شیطان فاصله داری؟ 4 متر. یعقوب اینو میخواد بگه، تو هر قدمی که قربانی تو، مذبح تو بنا میکنی و مطابق میل خداوند یه چی رو تقدیم میکنی، داری یه قدم به افکار خدا، به احساس خدا، به اراده خدا داری نزدیک میشی و به همون اندازه از شیطان داری دور میشی. این راه مقابل با شیطانه و شیطان از تو دور میشه. آمین. به عنوان زن و مرد ایماندار بخوام بهتون بگم، اگه پدر مادری، آخه خواهر برادری، هر کسی هستی، دوباره این مثال میخوام با یه نوعی دیگه بزنم. الان تو ایستادی، همسرت هم ایستاده و بچه هات هم ایستادن، دومت با خداوند فاصله دارید، دومت با شیطان فاصله دارید، دیگه تنها نیستی، یه جمعی، یه نفرم کنار تو هست. اگه زنی عاشق خدایی، میخوای با خدا زندگی کنی، زندگی تو برای خداوند داری میتپه، قلب خداوند رو میبینی و میخوای با اون زندگی کنی و نمیخوای با شیطان زندگی بکنی، اما خانواده هم داری که ممکنه ایماندار باشن، اما دختر و پسر ایماندار، اما چه اتفاقی میفته؟ خوب گوش کن. وقتی تو داری به خدا 1 متر نزدیک میشی، از شیطان چقدر فاصله گرفتی؟ 3 متر. چقدر با خدا فاصله داری؟ 1 متر. چقدر از خانوادت فاصله گرفتی؟ 1 متر. چرا؟ چون خانوادت اونجا مونده. وقتی میری در آغوش خداوند، در حضور خداوند لذت میبری، حال میکنی در حضور خداوند، اون جلالش تجربه میکنی، صداش و نوازشهاش تجربه میکنی، آمین، چقدر با شیطان فاصله داری؟ 4 متر. چقدر از خانوادت فاصله گرفتی؟ 2 متر. حواست باشه وقتی به حضور خدا میری، خانوادت رو، تربیت خانوادت رو، رشد روحانی خانوادت، فقط این نیست که من برم در حضور خداوند که بتونم این اعصاب شوهرم رو داشته باشم تحملش کنم، کافی نیست. فقط برم در حضور خداوند که قرقرای چه میدونم خانوادم رو تحمل کنم، کافی نیست. چه هرچی به خدا نزدیکتر بشی، از خانواده داری دور میشی، خانوادت هم با خودت باید ببری. و برادر چه کار کنم؟ چطوری ببرم؟ نمیان اینا. اما حواست باشه، بله انتخاب خودشون هست، اما تو احتیاج به حکمتی داری که چگونه این اشتیاق رو برای خانوادت تقویت کنی که اونم همراهت تو بیاد. من زنان زیادی، مردان زیادی دیدم که عاشق خدا بودن، رفتن، اما همسرشون جا مونده، در مونده. ای کاش همون جا میموندن که بگیم 2 متر فاصله است، هرچی میره اونور اینا هم اونوری میرن، فاصله دیگه فقط فاصله 1-2 متر نیست که اون در حضور خداوند و اینا در جا زدن، اونا هم دارن میرن اونور و شیطان از این طریق خانواده ها رو میپاشه. تو هرچی بیشتر رشد روحانی کنی، من دیدم مردها و زنها وقتی رشد روحانی میکنن تحمل زن شوهراشون سخت‌تر میشه. چرا؟ چون چرت و پرتاش دیگه نمیتونه تحمل کنه، حق داره، چون احساس میکنه دنیاش فرق میکنه، چون میدونه دهنش باز که میکنه اصلا معلوم نیست چی ازش میاد بیرون، هیچ چی نمیگه، هی سکوت میکنه، اینها فاصله میندازه. و بعد هی میخوای مبارزه کنی، اینه نگو، درست نیست، زشته، چته بابا، با هم مینشستیم پرونده های مردم میرختیم رو میز، الان یه دفعه دیگه زشت شده، بد شده. بله، چه خدا در تو یه کاری انجام داده و بعض مواقع حواست باشه، دعا بکن،
حتی اگر در حضور خدا میای، این تفاوتی که از حضور خداوند اومدن بیرون در تو باید مشهود بشه. میگه موسی از حضور خداوند اومد صورتش پوشون، چون همه میفهمیدن این از حضور خدا اومده. یه بار یه شخصی داشت به من میگفت برادر، من کتاب مقدس خوندم، هم عهد عتیق هم عهد جدید، یه بارم موعظه شما رو داشتم گوش میکردم، شما داشتید میگفتی کسی که از حضور خدا اومده باشه پایین اصلا قیافش داد میزنه. داشتید مثال موسی رو میزدی، اصلا نمیخواست حرف بزنه، قشنگ تابلو بود از حضور خدا اومده بیرون، صورتش پوشوند و اصلا داد میزد. گفتم خب حالا منظورت چیه؟ گفتن من میره داخل اتاق 2 ساعت نمیاد، وقتی میاد اخلاقش فقط گند میشه. این در حضور کی بوده؟ خدا بوده یا شیطان؟ خودت شیطانی، خودت دیو داری، تو دیو مامون داری، تو دیو این داری، تو با پرستش من مشکل داری. میگو من با پرستش مشکل ندارم، برای من بگو میری 2 ساعت تو اتاق بعد هیچ کارم نمی کنی، نه ظرف می شودی، نه کار می کنی، چه کار داری می کنی؟ گفتم اوکی آروم باش، حالا آروم باش. بی ایمان هم انتظار دارن کسی که از حضور خدا میاد پایین یه تغییر درش به وجود داشته باشه. بعد به من میگه تو با من دعا نمی کنی. میگم بابا من همینطوری که اصلا خوبم، چون بیام بدتر میشم پیش تو. واقعا میره چه کار میکنی؟ آیا خدا بارها تا بر نمیداره؟ آیا به تسلی نمیده؟ آیا نمیگه دلت درش بسوزه؟ آیا نمیگه که به هر حال تو چگونه باید رفتار بکنی؟ آیا قوت صبر رو به تو نمیده؟ آیا به تو حکمت نمیده؟ آیا در حضور این خداوند اومدن بارها تو بر نمیداره؟ استراحت نمی کنی؟ بعضی آقا میگه همین که از پرستش میام جنگ روحانی دارم برادر، اصلا زمین و زمان با هم میریزه، شوهرم شروع کرد تیکه بارم کردن. گفتم خب بعد تو چی کار میکنی؟ قبل هیچ چی نمیگم، بعد مجبورم شدم جوابش بدم، دیگه آروم میشه. کلا سیستمش اینطوریه، استایلش اینطوریه، جوابش میدی ساکت میشه، هیچی بهش نگه، همینطور مثل رادیو میره. خب آیا این در حضور خدا، خدا به یاد داده اینطوری جوابش بدی؟ یعنی از زبان تلخ تو به حساب ببره، نه از مسه تو. میگه مردم از مسه خدا رو موسی میترسیدن، یه نفر بعد از مسه تو حساب ببره. اینجاست وقتی به خدا نزدیک میشی حواست به خانوادت باشه، چون که شیطان بعضی موقع با این نزدیک شدن حتی که تو خیلی خوبی بابا اینو ولش کن بندازش دور، جدا بشه، که با تو نمیاد، نه هم خدمت نه هم راه، رهاش کن بره بابا، بذارش دم در صبح چیز میاد میبرتش. فکر چی بهت میگه؟ نه به نام عیسی، من روی مذبح خودم و خانواده هم میبرم، من تبدیل میشم، تا روزی که زنده هم باید نجات خانواده هم رو ببینم. با تمام سختی ها اجازه نمیدم شیطان مذبح مرا، خانه مرا، اورشلیم مرا از بین ببره. دنبال رفاه نگردید، مذبح یعنی قربانی دادن، یعنی درد، یعنی ذبح، نه که راحت باش. زندگی راحت بابا تفاهم ندیر، ولش کن. چی ولش کن؟ این مذبح نیست. مذبح قدرت داره و شیطان از این مذبح میترسه. روی مذبح اقتدار هست، روی مذبح قدرت عظیمی هست، چون که خدا آتشش وقتی رو قربانی تو میریزه، وقتی خداوند روح آرامش بر تو میریزه، وقتی حتی دردها تو به حضور خدا میبری، خدای خانواده من همراهی نمی کنه، خدای چه کار بکنم؟ حتی بعضی مواقع میگه یه شخص میگه برادر من از خدا گرفتم، خدا اینو به من بده، اما هرچی دعا میکنم نمیشه، جنگ روحانیه. گفتم رها کن، چون بعضی مواقع اینقدر چیزی که خدا به ما میده اینقدر روش میستیم که مبارزه کنیم به دست بیاریم که خود خودم اوت میشه.
خدا باید جای اول زندگی ما باشه، نه اون چیزی که خدا حتی وعده داده. خدمت با خدا معنی داره، نه بدون خدا. همه چیز با خدا معنی داره. رها کن، اجازه بده خدا کار کنه. اگه دردت میگیره، حضور خدا برای دردهای تو التیامه. اگه زخم قلبت زخمی میشه، حضور خدا برای تو مرهم زخم قلبه. حضور خدا کارش همینه، جایی که روح خداست اونجا آزادی و آرامیه. این مذبح. تو که داری درد میکشی، در هر صورت داری تحمل میکنی. آقای مهندس و خانم مهندسا، تحمل کن، اما در خدا، نه در شیطان، نه در دنیای تاریکی، نه دردهای این دنیا که شیطان داره بهت میده. باشه که خداوند مذبح تو رو از آتش خودش روشن کنه و اون اقتداری که رو مذبح به جهت دادن قربانی ها، نه به خواهش من بلکه به اراده تو، نه به احساس من بلکه به احساس توی خداوند، نه به افکار من بلکه به افکار تو، همان فکر در تو باشد که در مسیح عیسی، آنچه که فیلیپیان میگه یعنی مذبح. برای چی داره میگه؟ فیلیپیان داره چی میگه؟ خیلی مواقع مستقیم راجع به مذبح و قربانی صحبت نمی کنه، اما مفهومش اینه. با اینکه او خدا بود، با خدا برابر بودن و غنیمت نشمار، خود را خالی کرد، خالی کرد، خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و مرد قربانی. مگر تو همین قسمت نمیگه پس همین فکر در تو باشه که در مسیح عیسی؟ پس اگر راجع به قربانی عیسی و مذبح عیسی داره صحبت میکنه، وقتی تو فکرت مشابه عیسی، داری قربانی میدی، داری مذبح سنگی رو بنا میکنی، حتما نباید مستقیم اسم مذبح اومده باشه. اما پیغامش اینه، در مذبح سنگی قدرت عظیمی است، در مذبح عیسی قدرت عظیمی است، در این مذبح نامهای خدا که صاحب اقتداره در زندگی تو قدم به قدم، خدای پرچم، خدای سلامتی، خدای راه و مهیا کننده راه، خدای پیروزی ها، خدای صلح، خدای برکت، همه اینها به واسطه پس از مذبح میاد. آنانی که مطیع خدا هستن، مذبحشون همیشه روشنه. باشه که خداوند این مذبح را در زندگی تو روشن نگه داره. تقدیم کن، تسلیم کن، جنگ بی خود نکن. تو که درد میکشی، درد در حضور خدا خیلی قابل تحمل تره دردی که باعث غرور و دشمنی و جنگ و تلافی و لجبازی و بلایی که پشت سرش میاد. این درد خدا خیلی کمتر از دردی که دنیا داره میده و شیطان داره میده. تو که داری درد میکشی، به قول خودت میگی 20 سالی داری درد میکشی، باور کن درد خدا پیر نمیکنه. اینقدر درد کشیدم بعد پیر شدم، باور کن درد خدا پیر نمیکنه. درد خدا شاداب میکنه، جوان میکنه، بلند میکنه، احیا میکنه، مست میده، اقتدار میده، حکمت میده. آمین. اینو چیزی که خداوند میخواد از این مکاشفات امروز با من و تو در میان بذاره. به این مذبح هیچ قدرت تاریکی دسترسی نداره. به این مذبح دروازه جهنم هیچ اقتداری نداره. در این مذبح شیطان جایی نداره. چون تو و خدا فقط در اون مذبح ساکن هستید. خداوند مذبح تو رو همواره روشن نگه داره و با آتش حضورش او رو فرا بگیره. به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. هللویا. میخوایم در حضور خداوند پرستش هامون رو شروع بکنیم و اجازه بدیم که روح خدا بیاد. با فروتنی، با توبه در حضور خداوند، مطمئنن اگر بخوایم
روی مذبح چیزی بذاریم، اینقدر گاو و گوسفند و پرنده هست که باید بذاریم، اینقدر قربانی هست که بخوایم بذاریم، از غرور، خودخواهی ها، از زبانت، از گوشت، از چشمت، از قلبت، از انتقام، از نفرت، از بدی، از حسادت، از همه اینها اینقدر قربانی هست که بعضی موقع نگاه کنی میگه زمانی که سلیمان 1000 خورده قربانی داد، من فکر کنم الان ما بخوایم قربانی بدیم همین 1000 خورده قربانی رو باید بریزیم رو مذبح. اما آمین که در مقابل تمام اونها خداوند یه برکت نیکو به تو برمیگردونه. خدا چیزی رو از تو نمیگیره، بلکه چیزی بر تو میافزایه. آمین. غمهاتو برمیداره اما شادی میده، دردهاتو برمیداره شفا میده، ناامیدیاتو برمیداره امید میده، انتقاماتو برمیداره محبت میده. آنچه به خدا تقدیم میکنی، خداوند به جهت تبدیل زندگی تو ای یعقوب به اسرائیلت میکنه، ای شمعون به پتروس تبدیلت میکنه، ای سولوس تو رو به پولس تبدیل میکنه، ای هوشع تو رو به یوشع تبدیل میکنه. کار او تبدیل است روی مذبح به نام عیسی مسیح. هللویا خداوند، هللویا خداوند، ای خداوند با تمام وجودمون خداوند اومدیم تو رو پرستش بکنیم، با تمام وجودمون خداوند جلالت را خواهانم، شکر و سپاس.
تو فاصله باشه، باشه خداوند که در عمق‌های تو ساکن باشیم، نزدیکی خداوند که فیس تو فیس خداوند عمیق‌تر من را ببر به عمق‌هایم، عمیق‌تر من را بخوان به ژرفایم، عمیق‌تر کمی عمیق‌تر بگذار درک کنم فیض تو را، عمیق‌تر کمی بشنوم قلب تو را، بر وعده های تو می سازم زندگیم را من ای پدر، عمیق‌تر کمی عمیق‌تر، عمیق‌ترین مکاشفات آسمان، عمیق‌تر کمی عمیق‌تر، عمیق‌ترین نیایشم ز قلب و جان، عمیق‌تر کمی عمیق‌تر، شام به سوی تو، عمیق‌تر کمی عمیق‌تر، عمیق‌ترین چشیدن حضور تو، به فیض و رحم تو می آیم من به نزد تخت پدر، عمیق‌تر کمی عمیق‌تر،
עמיך צדק כולם הסתם מרוס יצאו הדף אז בודנה היותו זיסטנם תנהו תוי פדם מהות אז عیسی مسیح خداوند رو باور دارم. باور دارم که خداوند در اون هر قسمتی که من بها میدم مس و قدرت تو خداوند افزون میشه. مرسی برای این کلیدی که به زندگی ما دادی خداوند. به قدرت نام عیسی مسیح تمام امید شیطان رو به نام عیسی ناامید میکنم. تمام نقشه هایی به قدرت نام عیسی مسیح در زندگی ما باطل بشه. نقشه های خدا به انجام خواهد رسید. وعده های خدا جاری خواهد شد. نبوت های خدا صادر خواهد شد. آنچه که خدا به نیکویی برای ما در نظر گرفته مهیا خواهد شد. چرا که امروز تصمیم گرفتیم که مذبح های سنگیمون رو هللویا روشن نگه داریم. هر جا که بیافتم خداوند ایمان دارم که دوباره بلند میشم، دوباره مذبحمو خداوند نمیذارم. چون که تو فتیله نیم سوز رو خاموش نمی کنی. حتی نیم سوز باشه به نام عیسی مسیح دوباره این مذبح رو شعله‌ور خواهم کرد. شیطان امید باش از زندگی ما، چون که هیچ چیز برای امید در پیدا نمی کنی که روش حساب باز کنی. تمامی وجود ما مال خداونده. تمام قدرت تو روی مذبح می شکنم. تمام نقشه‌های تو رو مذبح می‌سوزونم. تمام اقتدار تو رو مذبح باطل می‌کنم. و به نام عیسی مسیح تو رو ممنوع اعلام می‌کنم. از این خط به این ور بر مذبح من و خانه من اجازه ورود نداری. نه بر ایمان، نه بر خدمت، نه بر خانواده، نه بر آینده، نه بر فکر، نه بر احساس، نه بر اراده، نه بر روح، نه بر جسم من هیچ حاکمیتی نداری. به نام عیسی مسیح تو رو ممنوع اعلام میکنم که بخوای از این خط قرمز خون عیسی عبور کنی. خدای من زنده است. فکر نکن ضعیفم. قوت من، ولی من، خداوند من، پرچم من، مهیا کننده راه من، شالام من، شفای من، او زنده است. فیض او مرا کافی است. به گذشتم نمیخوام نگاه کنم، بلکه به مذبحی که در روی پیش روی منه، به اقتدار این مذبح، به اقتدار مذبح عیسی، به اقتدار صلیب و مذبح عیسی بر جرجتا، به این اقتدار تمام اقتدار تو رو شکسته و باطل اعلام کنم شیطان. و آنچه که در افکار و زندگی من کاشته به نام عیسی مسیح در مقابل فکر عیسی فرو میریزه. چون امروز تصمیم گرفتم حتی ضعیف، قرار نیست پرفکت باشم، روح من کامله، اما روانم هر روز با قربانی ها کامل میشه. روح من مقدسه، اما روان من هر روز با قربانی ها تقدیس میشه. روح من نجات داره، اما روان من هر روز با قربانی ها نجات مییابه. هللویا. روح من عادله، اما روان من هر روز به واسطه قربانی ها عادل میشه. قربانی های من، هللویا، قربانی های فکر و احساس اراده من
مرا از تقدیس به تقدیس، از نجات به نجات، از عدالت به عدالت، از تبدیل به تبدیل جلو میبره. و هرچی جلوتر میری اقتدار خدا بر تو بیشتر میشه. هللویا. خداوند، در حضور تو اومدم، نزدیک و نزدیکتر، خیلی نزدیک. تو در من، من در تو. اینجاست همه چی اتفاق میفته. خداوند، من قربانی رو با آتش روت فرا بگیر. تمام احساس اراده من رو با آتشت بسوزون و تقدیس کن و شروع کن تبدیل کن به شباهت پسرت. ای خداوند، دعا میکنم به نام عیسی مسیح، اونا که تعمید روح ندارن، هللویا، آتش روح خدا بیاد و تمام این قربانی رو ببلعه. هللویا، هللویا. و به زبانهای تازه به قوت نور روح سخن بگن و دعا بکنن به نام عیسی مسیح. هللویا. آمین، آمین، آمین. روی زانوانم در حضورم، مست آغوشت شدم پدر. به روی زانوانم در حضورم، مست آغوشت شدم پدر. همان خانه است، کوچه همان کوچه است، شهر همان شهر است و من مدهوشم. همه چیز در جاشه، اما تو فرق میکنی. کوچه همان کوچه است، شهر همان شهر است و من مدهوشم. این چه حسی، این چه حسی. هللویا، آتش خدا بیا. این لطافت، هللویا، از چه روحی؟ از روح خداونده، از آتش حضور خداست. این چه روزی، این لطافت، این مست از کجاست؟ از چه روحی؟ روح خداوند. شکر این خداوند که ما مال تو هستیم. این خداوند، بریز قوت تو، بریز خداوند اون مست تو، بریز و تبدیل کن خداوند. هرچی که از تو نیست به نام عیسی روی مذبح بسوزه خداوند. اون چی که از این مذبح بلند میشه شخص تازه ایه، پر از اقتدار نام تو عیسی. هللویا، دوری را کار با سیمرا. ای یسوع، هولی هولی هولی، هللویا، هللویا، آمین، آمین. نام خدا رو روی مذبح بلند کن، ناله نکن، نام خدا رو بلند کن، نام رو جلال بده. او پرچم توست، او مهیا کننده راه توست، او شالام توست، او امید توست، او اقتدار توست، او نجات دهنده توست. نام او رو شکرگزاری کن. هللویا، ستایم، 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 ستایم.
بریز قلب های زخمی رو خداوند بلند کن، جسم های خسته رو قوت بده، مریضی ها به نام عیسی مسیح قدرت شکسته بشه و هر درد و مرضی که از دنیای تاریکی اومده به نام عیسی قدرت شکسته بشه و به زخم های عیسی شفا بیاب. ای شخص پر از درد به نام عیسی شفا بیاب. ای شخص ناامید به قدرت نام عیسی امید بیاب. تو که بری تو زندگیت به نام عیسی قوت آتش رو خدا بیاد، حیاتی تازه به تو بده، چشماتو بشوره بفهمی از کجا داری میخوری. قدرت این مذبح مال توست، آتش این مذبح مال توست، نام خدای این مذبح بر توست. مذبح تو خاموش نشود تا مذبح تو روشنه. قدرت تاریکی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. شیطان از آتشی که در خانه تو روشنه به جهت بخور قربانی های سوختنی در حضور خدا میترسه. پس آتشتو روشن نگردار. هر بار یک تقدیم، یک تسلیم، یک قربانی. هاللویا. همچون هیزم های بر مذبح روشن باشه. با این سرود مذبحت رو روشن کن، اجازه بده آتش خدا هم بیا و مذبحت رو ببله. هللویا. قربانی از تو، آتش از خدا. انجام ده اراده تو رو اسیر کرده، من مدت‌ها درش گیری در گناهی، به نام عیسی آتش خدا بیاد و بسوزونه و تقدیس کنه و تبدیل کنه و آزادت بکنه به نام عیسی. تقدیم نمایم قلبم را، تسلیمت کنم جانم را، سار بر قربانی تو می پاشم. تقدیم نمایم تا قربانی مقدس قلبم را، تسلیمت کنم جانم را، هر آنچه که تو خواهی انجام ده، اراده ات در من. مت کنم وجودم را، هر آنچه که تو خواهی انجام ده، اراده ات در من. تسلیمت کنم وجودم را.
تو خواهی انجام ده اراده ات در من. تسلیمت کنم وجودم را، هر آنچه که تو خواهی انجام ده اراده ات در من. تسلیمت کنم وجودم را، هر آنچه که تو تسلیم توی خداوند به نام عیسی مسیح. ای خداوند، خداوند چی داریم خداوند که بهترین باشه برای ما و تو لایقش نباشی خداوند؟ هر چی که از مال توست، چرمنده اگر چیز بدی هم هست خداوند روی مذبح میذاریم، بدی ها رو بردار، نیکویی ها هم خداوند برای تو، هرچی که هست متعلق به تو باشه، جسم و جان و روح هم. کلام تو میگه به تو نزدیک بشیم، تو به ما نزدیک میشی. بله خداوند، این زمانه. بله خداوند، این تایم، این زمان خداوند مال توست خداوند، با تو.
بیشتر از هر چیزی ما احتیاج به تو داریم. بدون تو خداوند هیچ چیزی معنی نداره، هیچ چیزی معنی نداره خداوند. ما بدون هیچی نمیمیریم، ما بدون تو میمیریم. ای خداوند ممنونیم خداوند که مذبح های ما رو نفقه روشن کردی، جان ما رو تازه کردی. هللویا. بارهای خداوند این دنیا رو از ما برداشتی. هللویا. خداوند قوت محکومیت رو در ما شکستی. هللویا. نقش های شیطان رو باطل کردی. هللویا. جسم ما رو قوت بخشیدی. هللویا. احساس پذیرش رو به ما دادی خداوند. بار سنگین هفته و سالها رو از روز شونه های ما برداشتی. واقعا بی نظیری. مرسی که اجازه میدی در حضورت بیایم، در حضورت لذت ببریم، در حضورت زانو بزنیم، در حضورت به زمین بیافتیم، در حضورت برقصیم، در حضور تو خداوند حتی گریه میکنیم. به جهت غم هامون نیست، بلکه خداوند شرمنده محبت های تو هستیم. زندگی ما را نذار خداوندا هدر بره. ما مال تو هستیم، ما مال تو هستیم. نقشه‌های تو بشود، نبوت‌های تو بشود، طرح تو بشود، راه‌های تو باز شود، طریقه تو انجام شود، میل تو انجام شود، قلب تو در زندگی ما جاری شود، ملکوت تو بیاید در زندگی ما خداوندا. ما در ملکوت تو، ملکوت تو در ما خداوند. هر جا که میرین که ملکوت تو داریم حملی کنیم، قدرت تو در ما جاری شود، اقتدار تو رو ما باشد، تو چت و سر ما هستی. هر جا که بریم با ما خواهی بود خداوند. به نام عیسی مسیح زبان ما رو پاسبانی کن، بر چشم های ما نگهبانی کن، بر گوش های ما نگهبانی کن، بر قلب ما مواظبت کن. به نام عیسی مسیح دهان ما حرف نزنه مگر به جان سخنگویان خدا حرف بزنه. دست ما به جهت نوازش و بلند کردن افتادگان باشه. هللویا. دهان ما به جهت تشویق و بنا و تسلی باشه، ایمان و امید و محبت تولید کنه. هللویا. دستای ما رو پر کن، بتونیم خداوند افتادگان رو بلند کنیم، بتونیم خداوند نیازمندها رو خداوند برکت بدیم. به نام عزیز عیسی مسیح خداوند، این سرزمین خداوند که افتادگان بسیاری داره از طریق این خدمت خداوند بلند کرده بشن، از طریق خادمین و شنوندگان این پیغام بلند کرده بشن. بلند کن خداوند مردان و زنانی که بتونن بلند بکنن. احیا کن اونهایی که بتونن احیا کنن. شفا بده اونانی که برن شفای تو رو جاری کنن. آزاد کن خداوند تو برن آزاد کنن. هللویا. و سال پسندیده تو ای خداوند، از یوبیل تو برای سرزمین ما ندا کنن. ممنونیم ای خداوند، ممنونیم ای خداوند برای این حضور، این حضور نوازشگر. ما احتیاج به این داریم، بیشتر و بیشتر و بیشتر. مرسی جدده در حضور تو استراحت کنیم، اجدده قوت بگیریم، بارهامونو برداری، تقدیس کنی و تبدیل کنی، تا بتونیم جانی تازه برای هفته که در پیش رو داریم با قوت نام تو، با خبرهای خوبی که در پیش روه، هللویا، شروع خواهیم کرد. خبرهای شادمانی، خبرهای پیروزی، نامه‌های پیروزی به شما خواهد رسید. به نام عیسی مسیح. هللویا. خداوند، میخوام امروز در این سفره تو هر آنچه که باقی مانده جمع کنیم همچون نانی به جهت شفای آنانی که الان بیمارن. به نام عیسی مسیح شفای خدا را بگیر چون نان روزانه. به نام عیسی از فرق سرت هر بیماری که در اونجا داری، چشم و گوش داری، به نام عیسی مسیح بر حنجرت داری، بر ریه داری، بر کلیت داری، بر کبد داری، بر معده داری، به نام عیسی مسیح بر گردنت داری، بر شانه‌ات داری، بر کمرت داری، بر زانوات داری، بر پوست داری، بر هورمونات داری، به قدرت نام عیسی مسیح شفا بیاب. به قدرت نام عیسی، به زخم‌های عیسی شفا بیاب. ای دختر پسر خداوند، ای فرزند خداوند، شفا نان فرزندان را بگیر و بخور. به نام عیسی مسیح بر همون قسمتی که درد داری به نام عیسی جاری بشه، به نام عیسی جاری بشه. قدرت بیماری رو که اگر پذیرفتی قدرتشو میشکنم، هیچ بیماری از خداوند نیست، قدرتشو بشکن به نام عیسی مسیح. هللویا. شفای تو عن قریب شروع شد و به نام عیسی پیش خواهد رفت، بیشتر و بیشتر
هللویا، شفا رو خواهید دید، قوت رو خواهید دید، سلامتی رو خواهید دید. هللویا، به نام عیسی مسیح دیگه به دارو احتیاج نداشته باشی. در نام عیسی این شفا چنان پیش بره، هللویا، که دکترها وقتی میری بگه دیگه احتیاجی نیست. هللویا، همونی که بهت گفت بخور، همون حرفش رو پس بگیره، بگه دیگه نخور. هللویا، اونجا جلال خدا نمایان میشه. هللویا، خدای ما خدای قوت و آیات و معجزاته. به نام عیسی، کسی که قربانی هاشو بر مذبح میذاره باید انتظار چنین آیات و معجزاتی هم داشته باشه. هللویا، آمین، آمین، آمین. شکر برای این خداوند. هللویا، میدونیم که هفته‌ای که در پیش رو میاد، همونطور که هفته قبل اعلام کردیم، اجازه یافتیم که با ظرفیت 30 نفر هر هفته جمع بشیم. پس به همین دلیل شماره تلفنی که در پایین تصویر شما میبینید میتونید تماس بگیرید و بگید چه هفته خالیه که میخواید بیاید و اسم بنویسید. درباره بچه ها بگم که بچه هایی اگر بزرگن کنار شما میشینند، خب خدا رو شکر میتونن بنشینند، وگرنه کانون شادی نداریم، کسی که بخواد نگهداری کنه نداریم، وگرنه ترجیحاً بذارید پیش کسی یا در خانه باشن. و به همین دلیل آب نوشیدنی نیست، با خودتون یه بطری آب مخصوص خودتون بیارید، با ماسک مخصوص خودتون بیایید. اینجا به جهت ضد عفونی هست که ابتدای ورود، اما با ماسک خودتون بیایید که بهتر و تمیزتره، وگرنه ماسک دست دوم نداریم بهتون بدیم که باید استفاده کنید. صندلی ها مشخص شده، 1، 2 نفره و 3 نفره، خانواده 3 نفره کنار هم، خانواده 2 نفره همینطور و انفرادی تکی خواهند بود. ظرفیت محدوده، کسی سورپرایز نکنه ما رو، که سورپرایز نمیشیم چون که خودش سورپرایز میشه، پشت در میمونه، بسته است. لیست خواهیم داشت، مطابق لیست اسم فامیل مشخصه که هر کس میاد اونجا امضا میکنه که ورودی میزنه و خروجی میزنه، چه ساعت وارد شده. رأس ساعت 3:30 بسته میشه، چون که در بسته است، چون که منتظر کسی دیگه بیشتر از 3 نفر ما نیستیم. اگر بیرون در بمونید دیگه کسی نیست که با در رو باز کنه، چون که میبندیم، کسی نداریم دم در بخواد برای شما خوش آمد بگه. همه چیز فعلا با این فرم خاص به پیش خواهد رفت تا به نام مسیح خداوند شرایط رو عوض خواهد بکنه برای دنیا و همه چیز به روال عادی برگرده. اما فعلا بین بد و بدتر ما مجبوریم اینو انتخاب کنیم و برای همینم که هست فعلا شکرگزار هستیم و خدا رو شکر که میتونیم. عزیزانی که خیلی دوست داشتن ایامی که کرونا بوده تماس میگرفتن، ما میخوایم بیایم، میتونن تماس بگیرن به این شماره، بیان دیگه، الان دیگه بازه دیگه، زنگ بزنید بیاید، بگید که من میخوام بیام. پس به همین دلیل به نام مسیح ما بتونیم هفته آینده و هر هفته تعدادی از شما عزیزان رو ملاقات کنیم. شما ما رو میدیدید، آمین که ما هم شما رو ببینیم. اون قوت خدا، شفای خدا، سلامتی خدا، جوانی خدا رو شما ببینیم. هللویا، و شکرگزاری کنیم. برای وجود تک تک شما عزیزان شکرگزارم. افتخار میکنم برای وجودتون. چون که ممکنه اینجا هوا گرم باشه و با ماسک هم نشستن برای شما سخت خواهد بود، پس کسی اگه یه مقدار مشکل تنفسی داره، خب اگه هوای گرم هست ترجیحاً فعلا تو خونه زیر کولر بشینه و نگاه بکنه تا بخواد اینجا با ماسک تو فضای گرم بخواد باشه. اگه هوا خنک بود خب خدا رو شکر، اگرم نه به هر حال برای سلامتی خودتون اینو رعایت بکنید تا ببینیم به نام مسیح خداوند چه چیزی رو در نظر داره برای ما. ایمان داریم که بهترین رو میخواد. میخوام هدایای قلبی خودمون هم اگر به خداوند بدیم و اونی هم که به حساب ریختن که هیچی، اگه کسی هم جمع کرده میتونه هفته هایی که میان دیگه با خودشون بیار به مسئولش تحویل بدن. و میخوام با این آیات شما رو برکت بدم و بعد از اون سرودی رو میشنویم و از شما خداحافظی خواهیم کرد.
میخوام از کولسیان باب 3 آیه 12 برای شما بخونم. پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خداوند، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و صبر را بپوشید. متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو نمایید. هرگاه بر کسی ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید. سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن همه در یک بدن خوانده شده اید و شکرگزار باشید. باشد که کلام عیسی لوگوس خداوند در شما به دولتمندی و فراوانی به کمال حکمت ساکن شود. با این آیات شما رو برکت میدم. هفته‌ای که شروع میکنید، هفته‌ای پر از خبرهای شادمانی، پر از برکت، نامه‌هایی که میگیرید خبرهای نیکو در آن خواهد بود. از حضور شما عزیزان مرخص میشیم تا هفته آینده که از راه دور برای عده‌ای هم از نزدیک شما رو ملاقات خواهیم کرد. فیض و محبت خدا من با شما عزیزان باشد و بماند به نام عزیز عیسی مسیح خداوند. آمین. آمین. شکر. سرود رو میشنویم و شما خداحافظی میکنیم. هللویا.